سفیر پاکستان در واشنگتن بار دیگر ادعا کرده است که حملات هراس افغانانه در پاکستان از خاک افغانستان انجام می شود. او گفته است که حکومت افغانستان باید برای جلوگیری از فعالیت طالبان پاکستانی در این کشور اراده سیاسی و اقدام عملیاتی را روی دست گیرد. این در حالی است که امارات اسلامی همواره وجود تحریک طالبان پاکستانی را در افغانستان انکار کرده و گفته است که به هیچ گروهی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. حلیمه صدیقی نگاهی انداخته. مسعود خان سفیر پاکستان در واشنگتن در گفتگو با روزنامه نشنل ضمن درخواست کمک فوری نظامی امریکا برای مبارزه با تحریک طالبان پاکستانی گفته است که این حملات از خاک افغانستان در پاکستان انجام می شود. وی افزوده است که پس از تسلط امارت اسلامی در افغانستان حملات هراس افغانانه در خاک پاکستان افزایش یافته است. رهبری حکومت افغانستان به دولت پاکستان اطمینان داده است که از طرح‌ریزی حمله های تی تی پی در خاک افغانستان جلوگیری می کند. آنها باید برای جلوگیری از فعالیت طالبان پاکستانی در افغانستان اراده سیاسی و بازوی عملیاتی را به کار ببندند. اسلام آباد معتقد است که تحریک طالبان پاکستان از افغانستان برای انجام حملاتشان علیه پاکستان استفاده می کنند، آنچه که کابل و تحریک طالبان پاکستانی آن را رد می کنند. غرض جلب کمک نظامی و تسلیحات به نام مبارزه علیه تروریسم به ویژه علیه تی تی پی پاکستان که گویا اطمینان رهبری طالبان افغانستان هم گرفته و تقاضای بیشتر دارد که ارادی سیاسی و بازوی عملیاتی را در منطقه. در همین حال بر اساس گزارش مؤسسه مطالعات جنگ و امنیت پاکستان بیشتر حملات در پاکستان از مناطقی انجام می شود که در همسایگی با افغانستان قرار دارند. داخلی پاکستان مسئله تی تی پی هم مسئله مشکلات خودشان می باشد و از طریق مقامات مسئول در حکومتشان باید مسئله داخلی خود را حل بکنند تا نه تنهایی که گروه های تی تی پی و سایر گروه های تروریستی اگر در خاک پاکستان حملات را انجام می دهند نابود گردند بلکه به خاطر تامین صلح و ثبات و امنیت بیشتر. در پی افزایش حملات هراس افغانی در پاکستان مقام های این کشور بارها مدعی شدند که گروه های ضد امنیت از خاک افغانستان به حیث پناهگاه امن استفاده می کنند. ادعایی که همواره از سوی دولت افغانستان رد شده است.